السلام علیکم، خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشین. خودم هستم جواد احمد قیاسی و امروز در این ویدیو به شما طریقه ریکارد کردن پابجی موبایل در گوشی شما طریقهش خو یاد دارین، خو یک ریکاردر فوق‌العاده برتان آوردیم که با او ریکاردر اگر شما پابجی موبایل ریکارد کنین گوشیتان گلیچ نمیکنه، به خاطر که خودم تستش کردیم، برادر خوردم هم دمو ریکاردر ویدیویش ریکارد میکنه راحت، هیچ گلیچ نداره. و گپ مهمیشی است که هم میتونین ویدیوی تان داخل ریکاردر ادیت کنین و هم صدای داخل گیم میگیره و هم صدایی که شما بیرون گپ میزنین، یعنی ضرورت به این نیست که شما به خاطر ریکارد کردن صدای بیرونی یک گوشی دیگه به خاطر ریکارد بانین. وقتتان نمیگیریم، میریم ریکاردر میبینیم که از کجا میتونین دانلود کنین، کدام ریکاردر از چه قسم استفاده میشه و چکش میکنیم که چه قسمی است. کسایی که جدید به کانال آمدن سابسکرایب کنین و این ویدیو رو حتما لایک کنین، به خاطر که یک لایک شما کدام مصرف نداره ولی یک انرژی مثبت از به خاطر کارهای بهتر ما. کانال حتما سابسکرایب کنین، به خاطر که وقت سابسکرایب میکنین ما هر ویدیویی که آپلود میکنم به شما در موبایلتون نوتیفیکیشن میده و اگر موضوع خوشت آمد سرش کلیک میکنین یا این موضوع رو میبینین، اگر خوشت نیامد ساده پاکش میکنین اسکیپ. دیگه سابسکرایب حتما کنین، حمایت کنین. بریم ویدیو رو ببینیم. دیگه دوستای عزیز، به خاطر فعال سازی ای شما چی میکنین؟ ساده و راحت، خیلی راحت، میاین داخل پلی استور یا فروشگاه گوشیتان و در اینجا در فروشگاه کامادین در سرچ بار شما نوشته میکنین گیم ریکاردر، درست است؟ گیم ریکاردر میبینین؟ گیم ریکاردر که وقتی نوشته کردین در اینجا به شما خیلی زیاد ریکاردر ها میاین که اسکرین ریکارد میکنن، ولی شما با اونا کار ندارین، میاین یک ریکاردر مخصوص که من نشان میتم اینی ریکاردر است. این ریکاردر شما چی میکنین؟ دانلود میکنین، عکسش هم میبینین، یک بگراوند سیاه با یک حلقه یا رنگ سفید و نامش هم اسکرین ریکاردر یا ریکارد ویدیو. این شما چی میکنین؟ دانلود میکنین و بعد که دانلود شد، انستالش کمپلیت شد، این چی میکنین؟ شما اوپن میکنین. بعد یک اوپن کردین، این قسم یک لوگو میاد رویتان، این لوگو که باسود ایره اجازه میتین الاو بالا نوشته الاو میزنین. بعد او که علاوه زدین چند ستینگی که در اینجا خیلی مهم است، او ستینگ ها را باید شما در نظر بگیرین که به خاطر ریکارد شما خیلی مهم است. ستینگ اولی چی است؟ ریکاردینگ ستینگز. بالای این شما چی میکنین؟ کلیک میکنین، یا ستینگ هایی که مربوط ریکارد میشن اینجا میباشن. در این سه آپشن است، اول ریزولوشن، دوم بیت ریت یا ام بی پر سیکنس و سیومش کست او از فریم ریت یا اف پی اس. ستینگ اولی او را شما در 720 یا 1080 میتونین بمانین اگه گوشیتان کیفیتش خوب است و اینترنتتون خوب است. امرای 2K و 4K کار ندارین بخاطر که او خیلی باز کوالیتیش بالا میره، شاید در گیم گلیچ کنه، ولی 720ش بهتر و 1080ش هم نرمال است. پایینی بیتریتش که شما میتونین در 4, 5 یا 6 استفاده کنین، 8 و 12 دیگه خیلی بالا میشه، میتونین اون رو هم استفاده کنین، کار خودتان است، من امرایتان کار ندارم. 8 و 12 را میتونین ببینین چک کنین اگه کار کرد استفاده کنین. بعد ستینگ پایینیش که است او فریم ریت یا اف پی اس است، درست است؟ اف پی اس ما که میگم نه گوشی چند اف پی اس است، مثل آیپد که 60 اف پی اس میباشه، ایره شما میتونین 25 یا 30 استفاده کنین، 50 و 60 دیگه خیلی بالا میره که در آیپد میشه استفاده کرد، مثلا آیپد مینی 6 که من مدارم او 60 اف پی اس است، دیگه کار خودتان است، میتونین استفاده کنین. بعد ستینگ دیگهش میریم، در ستینگ دیگه که از او ریکاردینگ اورنیشن است، بالایی شما چی میکنین؟ کلیک میکنین و داخل ای یگان ستینگ است که مهم است، فقط یک آپشن است که باید شما چی کنین انتخاب کنین و او است آپشن اوتو یا ما برش اوتومات میگیم، در دری زبان خود ما اوتومات برش میگیم. بالایی شما کلیک میکنین، آپشن پایینی و دیگه که است، یعنی اینجا مقصد از این آپشنی است که شما در کدام دیزاین میخوانین ریکارد کنین، لندسکیپ یا پورتریت اسیست، شما این را اتومات مانین به هر دیزاینی که مثلا ریکارد کنین به اون اتومات خودش دور میزنم را این کار نداشته باشین، در اونمو اتومات بمانین. آپشن دیگه که است، او آپشن که خیلی یک آپشن مهم است، او آپشن است آپشن انترنال ساوند که مربوط گرفتن صدا یا صدا برداری اپلیکیشن میشه. بالای شما کلیک میکنین و در اینجا شما میبینین که 3 آپشن یا 4 آپشن است. اولش مایکروفون، مقصد از مایکروفون است که یعنی فقط صدایی که من از بیرون گوشی گپ میزنم یگانی که صدا میکنه. او بچه بیا یک ذره ماست بیار، یگانی که در وقت گیم صدا میکنه، نه دشندی میکنم دیگه، او صدا را ریکارد میکنه، صدای بیرونی گیم ریکارد میکنه، برای صدای داخلی گیم کار نداره.
آپشن دومی که است او انترنال ساوند است، مخالفی است، صدای داخلی را میگیره امرای صدای بیرونی کار نداره. داخل گیم که تو مثلا امفور میگیری یگان فایر میکنی، یگان اسنایپر میگیری فایر میکنی، او صدا را میگیره امرای صدای بیرونی کار نداره. ولی مهمش که چی است اینجا نوشته که گفته که در گوشیایی که اندروید ورژنش از 10 یا از 10 به بالا است کار میته، از 10 به پایین 9 8 7 اینا کار نمیته ای آپشن. دیگه اونایی که ورژن اندرویدشان 10 هست میتونن استفاده کنن. آپشن پایینی که است او خیلی آپشن مهم است که گفتم مایکروفون ان انترنال ساوند، یعنی هم صدای داخلی گیم بگی و هم صدای بیرونی که ما یگانی کی مثلا برای شروع میزنم او بچا کمپ نکو بچا پشت کانتینر پوت نشو بچا چی میکنی چرا قسم هستی بسیار کم پرستی این صدا دارم چی میکنم میگیره، یعنی هم صدای بیرونی هم صدای داخلی. آپشن پایینیش که است او آپشن میوت است. چی است؟ میوت یعنی هیچ صدا نگی، فقط چیکو صدا فقط ریکارد بگی، صدای نه بیرونی رو بگی نه داخلی رو بگی، فقط اسکرین ریکاردینگ بگی. دیگه ای چهار آپشن ده اینجا است. بعد ازی دیگه چی میکنین این ستینگا را که فعال کردین، آپشن چهارم میشه خبرتون گفتم نه، بعد از او چی میکنین از یه اپلیکیشن دیگه پایین میین، او میوت است، علامت که برش زدیم ای آپشن میوت است. میوت یعنی گفتم برتان نه که هیچ صدا را نمیگیره، فقط اسکرین ریکارد میکنه و هیچ صدایی نی بیرونی نی داخلی. بعد او که شما چی کردین همه چیز فعال ساختین، بالای این آپشن استارت ریکاردینگ که نوشته بالای کلیک میکنین و همی که کلیک کردین چی میشه ریکاردینگ تان استارت میشه. ما فعلا استارت نمیکنم بخاطر که اونجا ریکاردر دیگه روشن کردیم باز مشکل جور میکنه. و در اینجا میبینین علامتی که زدم برتان ریگو نوشته چی نوشته خخ نگار رقم نوشته کرد. اینجا یک ثانیه گر شروع میشه و وقت ریکارد تان چی میکنه قید میکنه پیش خود. بعد او شما میرین داخل پابجی هر چیزی که میخواین ریکارد کنین ریکارد میکنه، در همون ستینگایی که خورتان برابر کردین و هر وقتی که میخواستین خاموش کنین از دیگه جای خاموش نمیشه، فقط مستقیم میایین داخل می اپلیکیشن در جایی که استارت ریکاردینگ فعلا نوشته باز نوشته این باشه استاپ ریکاردینگ، میزنی اتومات ریکاردت استاپ میشه و ویدیوش هم میره در گالری، یعنی مشکل جور نمیکنه که تو بازی رو به کدام طریقه بخوای در گالری روان کنی، مستقیم خودش میره در گالری، بعد اون میره از گالری برش میداری و هر قسم ادیتی که میخوایی ادیت میکنی. دیگه یک اپلیکیشن خیلی بهتر و عالی است که خودم هم استفاده میکنم. کانال را سابسکرایب کنین کسایی که جدید دانم غلط شد جدید اومدین و چیکونین ویدیو را هم لایک کنین. تا دیدار بعد.